اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما برادران و خواهران گرامی، زاران ابو عبدالله الحسین. ما چند شبی رو از دیشب جلسه اول بود شروع کردیم با بحث شرح زیارت اربعین در خدمت شما هستیم. اما با توجه به اینکه دوستان زائرن و یک شب معمولا اینجا ما بیشتر میزبانشون نیستن، اونا میهمان ما نیستن، ما صوت ها رو روی اینترنت میذاریم. حالا اگر اینترنت داشته باشن میتونن گوش کنن، اما بنده سعی میکنم هر جلسه هم برای خودش جلسه مختص باشه. خیلی خلاصه بخوام توی دو سه دقیقه جلسه دیروز رو عرض بکنم خدمت شما بزرگواران. اینکه عرض کردیم زیارت اربعین یک فضای کاملا جدا از زیارت عاشورا داره. زیارت عاشورا شما خیلی با خود امام کاری ندارید، دارید یک فضایی رو ترسیم میکنید و اعلام میکنید وجود خودتون رو، میگید من یه همچین آدمی هستم، من اعلام براءت میکنم از این جماعت، من لعن میفرستم به دشمنان شما هر نوع و هر شکلیش، اگر الجمت بوده، اگر اسرجت بوده، اگر تنقبت بوده، اگر هرچه بوده، اگر مشایعت کردن، اگر تبعیت کردن، هرچه بوده، اتباع هم و اشیاء هم و اولیاء هم، از دوستاشون، از همه اونا من بیزارم، کسی که با اونها دوستن. و نهایتا زیارت رو توی انتساب نسبی امام به پیامبر و امیرالمومنین و حضرت زهرا اینا میبینید، یا آقا تو پسر پیغمبر بودی، یا تو پسر امیرالمومنین بودی، یا اینا برای چیه؟ برای اینه که شما داری اعلام براءت میکنی از جماعتی که اصلا این امام عزیز و شریف رو خارجی میدونستن، مثلا یادشون رفته بود فرزند پیغمبره. دیشب عرض کردیم کار اهل بیت به یه جایی رسیده بود که امیرالمومنین به شهادت میرسه، مردم میگن مگه علی نماز میخونده؟ تو مسجد چیکار میکرده؟ فلذا در خیلی از زیارتنامه ها ما اینطور میگیم قد اقمت الصلات، آقا والا به پیر پیغمبر تو نماز میخوندی، و آتیت از زکات، بابا زکات میدادی. ببین چه کار کردن، چطور عملیات روانی و کار رسانه انجام دادن که اصلا شک که در دینداری اهل بیت بوده از نظر برخی از مردم. یک سری افرادی رو که به گرد پای صحابه اهل بیت هم نمیرسیدن کرده بودن اینا مقدس، ازشون تبعیت میکردن. خود قرآن، خود نماز، خلیفه خدا رو زمین رو به اندازه یه مفتی براش ارزش قائل نبودن که آقا ایشون هم یه فتوا میده. همین شمر ملعون 12 تا 16 بار پیاده رفته حج، صاحب فتواست، یعنی مسائل شرعی رو حالیش میشده، حکم میداده. پسر خلیفه دوم میگه من سال بعد از عاشورا رو در مراسم حج دیدم که داشت فتوا میداد در مورد پشه که روی دست نشسته که بکشیش خونش نجسه یا نه. از قضا فتوایی هم که داده درسته. میگه من گفتم تو سال گذشته خون پسر پیغمبر رو خدا ریختی، الان داری فتوا میدی در مورد یه پشه؟ جامعه به هم ریخت آقا جان، جامعه دچار انحطاط شده، جایگاه ها عوض شده. اون اهل بیتی که ارکان دین هستن رو کسی بهشون توجهی نداره. عرض کردیم دیشب ما داریم در تاریخ بخونید، در روایات داریم طرف اومده امام حسین و ابن عباس، آقا ابن عباس در مقابل امام حسین چیه؟ نشستن کنار هم دیگه، طرف اومده میگه استاد ببخشید سوال دارم. امام حسین میفهمد بفرمایید سوالتو بپرس. میگه با شما نیستم، با آقای ابن عباسم، با حضرت استادم، با حضرت علامم، با دانشمندم، با حبر الامم، با تو نیستم آقا. مگه تو برسیدم تو جواب میدی؟ اینقدر ساده اتفاق نمیفته یه نفر بره سر فرزند پیغمبر رو ببره که. یه خورده امروزی تر ببینیم رسانه هاشون کار کرده بودن، نفرت ایجاد کرده بودن. از بعد از جریان قتل عثمان دائم تو گوش مردم خونده بودن علی و پسراش قاتل عثمانه. روز عاشورا اینا شعار میدادن یا لسارات العثمان، ما بر خونخواهی عثمان اومدیم. زمانی که عثمان در خونش
مخفی شده بود و 600 نفر از صحابه دوره کرده بودن خونشو به خاطر این بحثای اقتصادی ریختن اونجا، آبو بستن به در خونه عثمان که بیاد بیرون. امیرالمومنین محاصره رو شکون، مشک آب برداشت رفت تو اونجا، گفت این کار رو باب نکنید، خلیفه کشی رو باب نکنید. محاصره آب رو امیرالمومنین شکون برای خانواده عثمان. بعد اونها میگفتن ما این آب میبندیم این در عوض اون روز. بعد متوجه میشه اگر یه وقت یک شبهه سیاسی تو جامعه شکل بگیره که منجر به دوگانگی و دو قطبی شدن تو جامعه باشه و این حل نشه، فکر نکنید بگه آقا از زمان قتل عثمان 5 سال امیرالمومنین حاکمه، 10 سال امام حسن، 10 سالم امامه، 10 سالم امام حسین، 25 سال گذشته. بگه 25 سال گذشته مردم یادشون رفته. نه تنها یادشون نرفته بلکه بغضها ریشه دارتر شده. آقا من پسر علی هم، گفتم میدونیم بغضن لعبیک، مثلا دقیقا چون پسر علی هستی میخواییم بکشیمت، چون پسر علی هستی میخواییم بکشیمت، علی ها هم ویژه خواهیم کشت، از اصغرشون تا اکبرشون. هر کی میگو اسمم علیه بدتر میزدن. شما سوال میشه برات، میگه آقا چرا عباس رو اینجوری اربن اربا نکردن؟ علی اکبر علیه السلام رو کینه داشتن از علی اکبر، از هر کسی نام علی داشت کینه داشتن. و جامعه به چه سمتی رفته؟ تو زیارت عاشورا شما داری این فضای جامعه رو اعلام براءت میکنی ازش، که بابا من شما رو میشناسم، بابا تو ابا عبدالله، تو پدر دینداری هستی، تو خود دینی، تو فرزند رسول خدایی، تو فرزند فاطمه هستی، تو فرزند امیرالمومنین. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، ابن امیرالمومنین و ابن سید الوسین و ابن فاطمه زهرا سیدت نساء العالمین. اما زیارت اربعین فضاش عوض میشه. یه آدمی هستید که یه چله زیارت عاشورا خونده، حسینی شده، عاشورایی شده، به این معنی که معاشرت پیدا کرده با ابا عبدالله، تاسوعایی شده به این معنی که سینش وسعت پیدا کرده، ربش رحلی صدری و یسر لی امری. تاسوع عاشورا فقط به معنی نهم دهم گرفتن. چرا فقط برای همینجا استفاده میشه؟ لابد هشتم هم میگن سامونا، ها هفتمین هم میگن سابوعا، هیچ جا عرب همچین چیزی استفاده نکرده. تو در عاشورا معاشرت پیدا میکنی با امام حسین، هم سفره میشی با امام حسین، هم درد میشی با امام حسین، هم مصیبت میشی با امام حسین. یه مراسمی هست، مراسم ختمیه، اونی که غریبه است، خیلی غریبه است، اصلا پیرهن مشکی هم تنش نمیکنه، دیدید؟ کسی هم ازش انتظاری نداره، میاد یه 5 دقیقه 10 دقیقه یه فاتحه میخونه، با میشه میره. اونی که یه کمی خودیتر مشکی تنش میکنه، میاد 5 دقیقه 10 دقیقه میشینه، با میشه. اونی که خودیتره میاد میمونه، بیشتر میمونه، نیم ساعتی، هرچی خودی تر میشه مشارکت در این مصیبت بیشتر میشه، تا اونجایی که سر خاک میره باهاش، تا اینجایی که شب میمونه خونهشون دلداریش میده، میگه من مثل اونا دشمنات که نیستم، تازه من آدم بی تفاوت هم نیستم، من به خاطر شما یه چلس مشکی تنمه، من با درد شما درد میکشم، با خوشی شما خوشحالم، سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، با دوست شما رفیقم، دوستم، با دشمن شما دشمنم، اصلا مبنا شمایی، نخ تسبیح تویی، تو تعریف کن کی دوسته کی دشمنه. اما توی زیارت اربعین حرفا نیست، تو دیگه دوستی، فلزه لازم نیست این حرفا رو بزنی. بسم الله شروعش اینه، السلام علی ولی الله و حبیبه، سلام بر توی ولی خدا، ولایت مطلقت رو قبول دارم، نه ولی در این امر در اونم. آخه میگه آقا شما در این بحث بر ما ولایت داری، در او بحث نداری. مسائل دینی رو یا علی بگو ما ازت گوش میکنیم، مسائل سیاسی رو خودمون سر در میاریم، احکام قضایی رو بگو خوبه، تو قاضی خوبی هستی، اقزن ناسی، از همه مردم تو قاضی تری، بیشتر علم قضاوت داری، اونا رو بگو گوش میکنیم تو اینجور. یا علی تو سردار نظامی خوبی هستی، نقشه های نظامی رو بگو گوش میکنیم. اینطور بود دیگه، اونجایی که امیرالمومنین اینا داشتن مسلمان ها در جنگ با ایرانی ها و رومی ها نزدیک بود نابود بشن،
مشاور امیرالمومنین نجاتشون داد. نه، سلام علی ولی الله، تو همه جوره ولی و حبیبه. حبیب اون محبوبیه، اون دوست داشتنی که همه خوبیار با هم داره. تو یه مسئله محبوب نیستش بگی که من این آدمو ادبشو دوست دارم، اما حالا مثلا چه میدونم درس تنبله، درس خوندنش خوب نیست مثلا. میگه نه، کسی که تمام خوبی ها رو با هم داشته باشه دیگه نمیگه محبوب، میگه حبیب. برای همین به رسول گرامی اسلام لقب ایشون چیه؟ حبیب الله. یعنی از نظر خدا هر تمام فاکتورهایی که خدا داره با خطکش خدا در تمام موارد در ایشون جمعه، خوبی ها یه از عالی ترین مقام هاست. ما هم اینجا میگیم السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه. خلیل در لغت کسیه که این بحثم جدیده مال امشبه. خلیل کسی است که تمام دوستیه. به ما چند مدل، ما تو فارسی میگیم دوستمه، تو عربی اینا فرق داره. یه صدیق داریم، یه رفیق داریم، یه خلیل داریم، یه حبیب داریم، به همه اینا رو میگن دوست و با هم کاملا متفاوته. زبان بسیار تخصصی توی حوزه عمل در واقع واژگان، بخوایم منظور رو برسونیم برای هر چیزی یه واژه‌ای داره. خلیل به اون دوستی میگن که تمام نیازهاشو فقط به یه دوستش میگه، امکان نداره به کسی دیگه بگه. یه موقع هستش مثلا ما رفیقامون متفاوتن، با یکی از رفیقامون مثلا بیرون میریم میچرخیم، با یکی از رفیقامون درس میخونیم، ها مشکلات درسی داریم، یکی از رفیقامون میگه با یه نفر میخوای مثلا درد دل کنیم، یکی از رفیقامونه فرق میکنن اینا، با میگه چرا، میگه این درسش خوبه، او خوب علش خواله، آدم خوش سفریه. میگه اگر یه نفر رو پیدا بکنی که تمام همه نیازها یک جا در او جمع بشه میشه خلیل. تمام نیازاشو فقط به یک نفر بگه. برای همین به حضرت ابراهیم علیه السلام میگن چی؟ خلیل الله. چرا؟ چون زمانی که ایشونو داشتن پرت میکردن به سمت آتیش، نکته عجیبیه، آتیش خیلی عجیب غریبی بوده، به حد این آتیش بزرگ بود. این نمرود ملعون میخواست تمام مردم در سوزاندن حضرت ابراهیم نقش داشته باشن، برای همین گفت همه تون چوب بیارید. وقتی به مردم نقش بدی در یک کاری، خودشون رو شریک میدونن. این هم میتونه مثبت باشه، همچی منفی. مثلا شما بیا تو بحث بازرسی در کشور ما بیا مردم رو مشارکت بده، بگو آی مردم شما گزارش کنید چه کسی کجا داره خلاف میکنه. دیگه این مردم نه تنها خلافکار نیستن، خودشون هم مشارکت میکنن. تو عکسش هم هست، دشمن همیشه دشمن خدا اینطور عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی میاد چیکار میکنه؟ سعی میکنه همه رو مشارکت بده. ابن زیاد خیلی تأکید داشت که همه بیان، میخواست همه باشن. زمانی که آقا رسول الله میخواستن ترور کنن در مکه، خیلی این بزرگان قریش تأکید داشتن از همه عشیره ها شرکت کنن که مسئولیت قتل پیامبر به گردن همه بیفته. اینا گفت همه تون چوب بیارید ولو یه دونه شاخه کوچیک. اینقدر این چوبا جمع شد که حضرت ابراهیم رو رفتن از دور پرتابش کنن، دیدن اصلا نمیتونن نزدیک بشن، خودشون میسوزن. اون کسی که میخوان ببرن منجنیق درست کردن، بستن به منجنیق، با منجنیق پرتابش کردن. خداوند متعال فرمان داد به حضرت جبرئیل که برو کمکش کن. یه روایت داریم که از جبرئیل پرسیده میشه که تو آیا جایی هم مستعصل شدی؟ میگه من سه جا مستعصل شدم، یکیشو همینجا. میگه خدا از من خواست که برم کمکش کنم، رسیدم بالا سر حضرت ابراهیم تو آسمون بهش گفتم که چه کمکی از دستمه، بگو چیکار کنم. گفت من تو کمک نمیخوام، من بالا سریه داره خودش میبینه، نیاز به کمک باشه او کمک میکنه. ببین از جبریل کمک خواستن هیچ ایرادی نداره ها، اما بعضیا توحیدشون مایله ها سالهای نوری با توحید ما فاصله داره، کیلومترها با ما فاصله داره. گفت من فقط از خدا میخوام.
جبریل میگه من مستعصل شدم اونجا. خود خدا کمکش کرد، آتش رو براش گلستان کرد. ابل الله ان یجری الامور بغیر اسبابها، خدا عبا داره که کاراشو بغیر از سبب و اسبابش انجام بده، اما برای حضرت ابراهیم فرق میکنه ماجرا. خلیل یه همچین کسی. اینجا شما نگاه کنید چقدر این فرد زائر عاشورایی که حالا اربعینی شده، سطح زیارت اربعین خیلی بالاتره، اینقدر خودیه. میگه لازم نیست من بگم تو والا دین داشتی، والا تو پسر پیغمبر بودی، برای همین بده احترام میذارم. نه آقا، من شما رو میشناسم، تو ولی خدایی، تو خلیل اللهی، تو اون کسی هستی که فقط نیازها تو به خدا گفتی. داریم وقتی حضرت، اون آخرای کار بود، اون آخرا خیلی کار سخت شد به حضرت، داریم که از شدت خستگی، تشنگی، ببین این همه آدم رو باهاشون حضرت رفته جنگیده، بالا سرشون رفته، چه این ماجرای حضرت عباس رو که میگن حضرت عباس رفت آب بیاره، اشتباه میگن، امام حسین و حضرت عباس با هم رفتن آب بیارن. تو تمام این صحنه ها حضرت حضور داره. اون اواخر میگن آقا ابا عبدالله با آسمون که نگاه میکرد سیاه میدید، دود میدید، یعنی که آدم چشاش سیاهی بخواد بره. تو اون شرایط وقتی در گودال افتاد، حالا میگن جبرئیل یا ملکی آمد، داریم ما همینو، که آقا اراده کن همینجا ورق برگرد، تو همینجاش کافیه. حضرت فرمود برو و بین من و خدام حائل نشو. کلیم الله، برو کنار، بین من و خدام حائل نشو. آخرین زمزمایی که حضرت به لب داره چیه؟ رزم به رزاک، تسلیما لامرک، لا معبود سواک، هیچ معبودی، هیچ پرستیدنی جز تو نیست، هیچ محل توجهی جز تو نیست خدایا، این معبودی جز تو هست. راضیم به رضا، دوست داره حسین تو گودال غرق خون ببینی؟ شاء الله، لقد شاء الله ان یراک قتیلا. پیامبر به ابو عبدالله فرمود گفت خدا خواسته تو رو قتیل ببینه. وعده ها داده شده بود از قدیم، همه منتظر بودن، همه دنبال اون ذبح عظیم بودن که وعده داده شده خواهد رسید. حالا من اگه فرصت بشه شاید فردا شب بشه راجع به این وفدینا و ذبح عظیم توضیح بدم که اون در قرآن داره. شما جای جای قرآن روزای امام حسینه، برای اهل فن، برای اهل فهم. این خاندان اینطورن. داریم حضرت رفت بالا سر امام سجاد علیه السلام، در یکی از خیمه ها بی حال و بینا و رمق افتاده بود، نمیتونست تکون بخور. حضرت رسید گفت خدا چی میخوای؟ دقت کنید، حدس بزنید چی فرموده. که خدا، آقا جان من از خدا بالاخره امام زمانشه دیگه، امام حسین، آقا جان امام من که از قضا پدر من هم هستی، از خدا میخوام به من سلامت بده در راه تو بجنگم، ها در رکابت لا بودینه دیگه. نه خیر، این برای من و شماست، فهم من و شما بالاتر از این نمیره، جسارت ها. گفت از خدا اینو میخوام که جلوی خواستش خواهشی نداشته باشم. من کیم که از خدا چیزی بخوام؟ اراده کرده من اینجا بیفتم به چشم خودم ببینم عزیزام دارن پرپر میشن. سمعم و طاعت. آقا این خانواده اصلا سالهای نوری با خوبا فاصله دارن، نه با آدم معمولی ها. حالا ببین زائر اربعین چقدر رشد کرده، از این حرفا داره میزنه. این حرفا تو زیارت عاشورا خبری ازش نیست. دقت کن، چرا؟ چون 40 روز مثلا عاشورا خونده دیگه، اون یک شخصیت عاشوراییه. حالا اصلا داره میگه خدای من کاراکتر جدیدم، من یه آدم جدیدم خلق شدم.
الان وقتش که تو همون کاری که وعده دادی رو انجام بدی. کاری که من وعده دادم چیه؟ خدایا ببین اونا امام نشناختن، من امام میشناسم، ببین چطور دارم صحبت میکنم. حالا وقتشه تو هم امام تو بفرستی. فلذا بنده قویاً معتقدم پیاده روی اربعین یعنی این که خدایا ما آماده ظهوریم. یک معنای جمعی، یک پالس دست جمعی داریم میفرستیم سمت آسمون برای خدا. دفاع از حرم یعنی این که ما آماده ظهوریم. معنی داره دیگه، خیلی واضحه. وقتی تو داری میگه خدایا من برای این حرما که سنگ، سیمان، چوب، آهن ها با اینا ساخته شده دیگه، محترم ها، متبرکه، میدونیم، حاضرم جون بدم، اگر یک جا بدانم جسم امام اونجاست چیکار میکنم؟ درست شد؟ یک جا بفهمم جسم امام اونجاست، امام حی و حاضر حضور داره چیکار میکنم؟ وقتی بعد از 1400 سال میام توی این مسیر خدا میرسونم اربعین به قبر مطهر ابا عبدالله و میگم عبد والله یا زهرا ننسا حسینا، به مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها عرضه میدارم که یا دای الله، ای کسی که داری ما رو فرا میخونی، والله تا عبد ما یادمون نمیره حسین تو رو. یا لیتنا کن نامعکم، ای کاش ما میبودیم نمیذاشتیم این روزو ببینه. اگه ما میبودیم نمیذاشتیم. این معنی داره دیگه، داره به خدا میگه. وگرنه امام زمان عجل الله چه فرقی داره با امام حسین؟ اینا همان کل هم نورون واحد. امام زمان عجل الله زمان امام حسین بود همینطور قیام میکرد، زمان امام حسن بود آتش بس امضا میکرد، زمان امیرالمومنین بود 25 سال خونه نشین میشد. و بالعکس اگه تک تک این ائمه جای امام زمان بودن الان دوران غیبتشون بود. همشون مثل همن. شرایط فرق میکنه، شرایط باعث میشه که ما بهره بریمون از امام متفاوت باشه. در ادامه میگه و نجیبه، منتجب یعنی منتخب و انتخاب شده. این دو تا معنی داره، همراه شدن خلیل و نجیب کنار هم دیگه، یعنی تو در میان خلیلها انتخاب شده ای. ابراهیم هم خلیله، افراد دیگه هم خلیل الله بودن، کمن اما هستن، تو باز بین اونا انتخاب شده ای. دوم این که تا کسی خلیل نشه، وارد خلل الله نشه، وارد اون دایره خودی های خدا نشه، که منتجب نیست. ببین اصلا فضای زیارت اربعین یه چیز دیگه است. السلام علی صفی الله و ابن صفیه، این خیلی قشنگه. سلام بر تو ای انتخاب شده توسط خدا، پسر انتخاب شده توسط خدا. باز الان دیدید چند مدل انتخاب شده داریم تو عربی، میبینید اینا ویژگیشه. فرق اینا چیه؟ صفی یعنی انتخاب یه چیزی از میان چیزهای دیگر مشابهان به مقصود خاص، برای مأموریت خاص. شما یه موقع هست مثلا میخوای یه چیز رو تعمیر کنی، میگی آیه پیشگوشتی بده، فرق برات نمیکنه. شما نمیخوای برای باز کردن پیچی چیزی استفاده کنی، شاید مثلا میخوای بهش ضربه بزنی. مثلا یه موقع هست میگی آچاری رو بده، یه موقع هست میگی نه اون آچار شماره 14 رو میخوام. این دیگه انتخاب عادی نیست، این اون آچار رو برای یه مأموریت خاص میخوای. وقتی داره میگی صفوت الله انتخاب شده توسط خدا، یعنی برای مأموریت خاص انتخاب شده. مثلا به حضرت آدم میگیم دیگه، میگه ان الله اصطفى آدم، میگه خدا آدم رو انتخاب. برای چی؟ برای اینکه حضرت آدم مأموریت ویژه داره. چیه؟ برای ابوالبشر باشه، برای اینکه بیاد روی زمین. یه مأموریت ویژه داشته دیگه، مأموریت عامی نبوده، یه مأموریت ویژه بوده. اینجا میگیم خدا شما رو ای خلیل خدا، ای حبیب خدا، ای ولی خدا، برای یک مأموریت ویژه انتخاب کرده بود. اینقدر این مأموریت سخت بود که هیچ کس نتونسته بود زیر بارش بره.
قرآن ببین چی میفرماد؟ میفرماد انا عرضنا الامانه، ما یه امانت رو عرضه کردیم. این امانت که یک جا اسمشو میذاره قرآن، یک جا اسمشو میذاره امامت یا هر چیز دیگه که تو قرآن آمده مشابه اینها، میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، میدیدیش پودر شده این کوه. میگه یک امانتیه، کوه نماد یعنی سختی، نماد بزرگی. میگه کوه زیر بار این مأموریت‌ها میترکید، اما یک سری انسان‌هایی که از نسل آدم خواهند آمد این مأموریت رو بر گرده میگیرن و به نحو احسن انجام میدن. ما کم نداریم در قرآن پیامبران الهی رو خدا نام میبره که مأموریتشون رو انجام دادن، اما کجدار و مریض به سختی تونستن به پایان، یا بعضا نتونستن به پایان برسونن. حضرت موسی علیه السلام نمیتونه در کنار حضرت خضر دوام بیاره، نمیتونه صبر بکنه. حضرت خضر ازش خواست تو اون چیزا که میبینی فقط باید سکوت کنی، سوال نباید بپرسی، چرا خدایا چرا، چی، چرا کشتی سوراخ شد، چرا اینجا نونمون ندادن یه دیواری هم درست کردیم، چرا اون بچه‌ای که شیطون بود انداختی مثلا توی رودخونه خفش کردی؟ نتونست. حضرت خضر فرمود هازا فراقون بینی و بینک، دیگه بین من و شما مفارقت حاصل شد، برو. هر چه اصرار کرد قبول نکرد. از رسول الله پرسیدن که چطور بود ماجرا؟ حضرت فرمود اگر موسی علیه السلام صبوری بیشتری میکرد چیزهایی قرار بود ببینه، که اون سه چهار تای اول بچه بازی بود پیشش مثلا. یعنی حضرت خضر چه کارها میخواسته بکنه جلو چشمان موسی؟ خیلی پیغمبر بزرگیه، اما وقتی کنار اهل بیت قرار میدی متوجه تفاوت میشی. حضرت یونس قوم خودش رو رها میکنه، خدا تنبیهش میکنه، میفرستش تو شکم نهنگ، میگه چه اجازه این قوم رو رها کردی؟ یه آدم بمیره برای این قصه، این امت که مولای من و شما نه یه قوم 200,000 نفری که میگه بین راه برای تک تک آدم ها سخنرانی میکرد، برای یه نفر میدید یه نفر داره کنارش کاروانش رد میشه، گفت نگهش دارید من پیغامم به اینم برسونم، برای یه نفر یه نفر صحبت کرد. موارد متعدد داریم، شما تاریخ رو بخونید ببینید آقا برای یک نفر، برای دو نفر صحبت کرده، نقل کرده میگه بین راه در منزلگاه فلان بودیم، حسین ابن علی باش برخورد داشتیم، ما رو صدا کرد، 10 دقیقه یه رو نیم ساعت یک ساعت برای ما سخنرانی کرد. آقایون سخنرانای ما رو بهشون بگی 15 نفر یه جا آدم جمع نمیرن سخنرانی، یعنی آقا زیر 1,000 نفر نمیایی. امام زمان حجت خدا رو زمین برای یه نفر داره سخنرانی میکنه، یکی از این یه نفرها وهب نصرانیه، یکی از این یه نفرها زهیر ابن قینه، برای لشکر هور سخنرانی میکنه حضرت، برای از اون سخنرانی های خیلی خوبش هم خوب که، یعنی همش خوبه، یعنی برای ما خوبه، خیلی شبهات ما رو جواب میده. نه تنها تو صفی الله هستی و ابن صفیه، پدرت رو هم خدا برای یک مأموریت خاص انتخاب کرد، او هم لبیک گفت. و سخت بوده اینا، به این سادگی نیست یک نفر امام بشه، که شاید سوال باشه برای شما آقا چی میشه که امام میشه؟ میگه و جعلنا منهم ائمه، همشون که امام نمیشن، بعضی از این خوبا از بین هم اونا بعضی هاشون رو امام قرار میدیم. چرا؟ لما صبرو، چون اینا خیلی صبورن. یا علی مأموری بعد از پیامبر این قوم کج و کله رو کار پیش ببری، چشم. یا علی اتفاقات سختی تو راه ها، چشم. یا علی با این که میدونم خیبر شکنی،
با اینکه میدونم اسدالله الغالبی، با اینکه میدونم حیدر کرار بلافراری، با اینکه میدونم زره پشت نداره چون به دشمن پشت نکردی، با اینکه میدونم تو احد همه تنها گذاشتن، تو مثل پروانه دورم چرخیدی 90 زخم برداشتی، اما جلو چشت قرار بزنی تو گوش زنت و باید سکوت کنی. حالا میتونی؟ همین الان اینجا گوشی زنگ بخوره یه کاری برات پیش بده، یه دقیقه پاشو بری 30 ثانیه بری بیرون برگرد، میگه که جاتو گرفته، میگه بغلشو میدی کنار، اینجا جا من بوده داشت، چرا تو هم نبوده، به اعتبار اینکه خود زودتر اومده اینجا نشستی شده جای تو، مثلا ملکیتش که مال تو نیست، حق مسلمش بود بگیرن بعد این اتفاقات رو رقم بزنن جلو چشمان امیران. بعد آدمی نباشی که مثلا یه موقعی یه آدمی هستی که زورت هم نمیرسه دنبال این نیستی، دنبال این آش ریختن نظر ممزاده کنی، بگی نه من به خاطر خدا نزدم، نه زورش نشد، جرأت نداشتی. یه موقعی اینجوری، یه موقعی نه، اگر اونجا شمشیر بکشی هیچ که جرأت و توان ایستادن مقابل تو رو نداره. در جنگ بدر سپاه اسلام 70 نفر رو کش، 70 نفر رو اسیر گرفت، از این 70 نفر 30 تاشو فقط امیرالمومنین زده بود. در وسط جنگ آقا فکر نکنید مثلا دنبال کشتن و اینجور چیزا بوده، نه، وسط جنگ جزی از نحوه مبارزات امیرالمومنین تو نقل کردن که دست زیاد میشکوند حضرت، با دست راست که داشت ضربه میزد با دست چپش دست یکی از اینا رو میگرفت میشکوند، چون دستشو میشکوند شمشیر از دستش میافتاد، طبق حکم اسلام کسی که شمشیر دستش بود نباید باش میجنگیدی. نه دنبال کشتن نبود، دنبال نجات دادنشون بود. حالا شاید اینجا برای سوال باشه، لابد عبدالله هم وقتی رفت تو گودال شمشیر دستش بود که زدن؟ نه نبود، یه بچه 10-12 ساله بود، ساعد دستش آورد بالا که امامش 2-3 ثانیه دیرتر شهید شد. اینا ترسونده، نمیان دنبال سند BC و فلان اینجور چیزا هستن، میان آقا خشونت اینا به کودکان بگید. از نظر اونا این عزاداری ها باید جمع بشه، یا این تو این عزاداری ها زیر 18 سال نباید شرکت کنه. برای همین موکب چند تا از این تانک های اسباب بازی داشتیم وارد میکردیم از ایران بیاریم اینجا، تانک اسباب بازی توپ هفت‌سنگ شلیک میکنه به سمت ترامپ و نتانیاهو، اگه بخوره اونم میره تو تابوت. تو ایران هست، اینا ایرانی خودمون ساختن، داشتیم وارد میکنیم لب مرز جلوشو گرفتن دولت، یعنی ما رد کردیم مرز خودمون، گفتیم چی شده؟ گفت رفتیم اینجا ما یه قانونی امضا کردیم که اسباب بازی هایی که خشونت داره نباید وارد عراق شه. تو مسیر داریم یه 500 تا از این ماشین های آمریکایی GMC چی اینا میبینه یارو با دوشکا وایستده، اونا موجب خشونت نیست، اونا فهمیدن دندونامونو شمردن، میگن نسل اینا رو از بچگی باید تغییر داد. اینا هر کدومشون اندازه 100 نفر میجنگن، اینا خوب فهمیدن. الان هم دیدی دیگه تو مدرسه های خودم دارن لفظ شهادت از کتب درسی حذف میکنن، حسین فهمیده درسش حذف شد، بچه های 12-13 ساله خطرناک. یه شعری بود از بچگی ما تو مدرسه ها تو همون کتاب های درسون بود، پاینده باشی ای خاک ایران، یه شعری بود اینجوری، خون شهیدان و لفظ خون شهیدانش رو حذف کردن، بس کتاب های قدیم و جدید همون یه تیکه رو برداشتن. بازیش کجا رفته؟ انشالله قراره در سالهای آینده چیز یه درس کلن راجع به شهادت بیاریم، این درس این خون شهیدات اینجا به شدت سابجکتیوه و موضوع انتزاعیست، بچه همو درک نمی کنم، بعد اینو ابجکتیوش بکنیم. چی میگی بابا، چرا اونو برداشتی؟ حالا منتظرمون در سر اضافه کنی، خدا به دادت برسه اگه در سر اضافه نکنی. اینو فهمیدم، این مدرسه رو باید جمع کنم. منتها اینا به شما بگم، داستان ابا عبدالله مقوم ذاتی داره. مقوم ذاتی یعنی چی؟ یعنی در درونش خدا استواری قرار داده، هر کی باش در بیفته بر میفته. همین دوماد صدام، حسین کامل، زمان
انتفاضه شعبانیه عراقی ها اومدن توی بین الحرمین توپ و تانک آوردن. فیلماشو ببینید هست، عکساشو ببینید هست. تیراندازی کردن تو حرم، تیراندازی میکردن. الان تو برید تو حرم رد چیزاش هست، رد گلوله ها هست که بعضی جاش هنوز نگه داشتن، نمیشتن اثر انتفاضه شعبانی است. بعد میگفت من حسینم تو هم حسینی، بزن من میزنم تو بگیر. اسمم حسین بود که حسین کامل. چند سال بعد صدام بهش بدبین شد، دنبال خودش بود، دنبالش کردن، دستگیرش کردن، پوتینو گذاشتن رو صورتش، زنده زنده سر بریدنش. موقع هم صدا داشت تو حرم میومد، من هم حسینم تو هم حسین، من میزنم تو بگیر. هر کی بابا عبدالله در افتاده بر افتاده، نه متوکل مونده، نه صدام مونده، نه هر کسی کوچکترین مشکلی در برگزاری مراسمات عبدالله به وجود بیاره. به اندازه‌ای که اون کارو میکنه تو دهنی خواهد خورد. شما شک نکنید، مثلا به گفتن من هم نیست. به حد این مسئله جدی که اگه شما دقت کرده باشید می‌بینید بیشترین مسامحه رو علما در مورد چی دارن؟ عزاداری امام حسین دارن. دیدی؟ جای دیگه باشه به شدت محکم وای میسن آقا این سند نداره، این اینطوره، اون اونطوره. اما سر ماجرای روزای ابا عبدالله، سر ماجرای عزاداری ابا عبدالله تا جایی که میشه صبر میکنن، چون کسی جرئت نداره با دستگاه ابا عبدالله در بیفت. بیا حالا کو صدام بیاد ببینه میلیون ها آدم دارن اینجا رد میشن، پیرن مشکی دستشون گرفتن اینجا. مردم عراق میخواستن پیاده روی 40 برن، اما میرفتن دمشون گرم خدا وکیلتون، بیابونا مینداختن میومدن رد پیداشون میکردن میکشتنشون. بلدچی خود شیعه ها میذاشتن که اینا رو ببرن، میومدن بلدچی قلابی میذاشتن بین را که ما اونایی میگرفتن، اینا میوردن میکشتن. خب چی شد؟ الان کی میتونه جلو این سیلو بگیره؟ کی توانشو داره جلو این عظمت بیسته؟ اراده الهی بر این قرار گرفت که از اون گودال بجوش خونه ابا عبدالله و تمام دنیا رو بگیره. فرمود یا ولدی یا علی، ای پسرم ای علی، به امام سجاد ابا عبدالله، والله لا یسکندمی، خون من ساکن نخواهد شد، حتی یبعث الله مهدی، تا موقعی که خدا و فرزندم امام مهدی رو برسونه. این ساکن نخواهد شد، یعنی همینطور جوشش خواهد کرد و همینطور آدمهای جدید و نسلهای جدید رو درگیر خواهد کرد و با خودش خواهد آورد. تو برگزیده خدا برای مأموریت خاص و فرزند برگزیده خدا برای مأموریت خاص بودی. السلام علی الحسین المظلوم الشهید، فرازی دیگر از زیارت اربعینه، سلام بر توی آقای شهیدم. مظلوم اول توضیح بدم بعد به بحث شهید برسیم. مظلوم یکی به این معنی که یعنی کسی ظلم رو اگه میخوای بگی ظلم رو میپذیره، که از این جهت امام مظلوم نیست، یعنی تو باب انفعال نیست. اما یک موقع نه، کسی پذیرش ظلم نداره اما در حقش داره ظلم میشه، از به این معناست مظلوم. من دیدم بعضی‌ها دیگه مطلب خشخاش میذارن، یه مش مولا نقطی، مولا نقطی هم درسته، اینا باز برای هم مولا نقطی ها میگیم، لغتی نیستش، نقطیه. یعنی اینا قدیما خط و کوفی نقطه نداشت، یه سری آدمایی بودن کارش نقطه گذاری بود دیگه، اینا خیلی تخصصی بررسی میکردن، کلماتو بلد بودن. شما مثلا یعلمو تعلمو هم میتونی بنویسی، بعلمن هم میتونی بنویسی ها، اینا هم تشخیص میدن این چیه. ببینم گفتم مولا نقطی یعنی نقطه گذار. یه سری مولا نقطی اومدن گیر دادن، نه به حسین نگیم مظلوم، نمیدونم مظلومه، یعنی مورد ظلم قرار گرفته. اما بله اگه به این معنی میگی که امام حسین ظلم رو نپذیره، معلومه یه چیزی که معلومه، چرا میگی؟ من که یه نفر رو کره زمین پیدا نمی‌کنم بگم امام حسین ظلم رو پذیرفته. چیزی که واضحه رو من توضیح میدم، من دنبال چی ان اینجا اومد؟ ظلم یک پس شد عدم پذیرش مظلوم، یعنی عدم پذیرش ظلم توسط امام بوده. دو اینکه واقعا آماج مصیبت‌های عجیب غریب قرار گرفته حضرت. این مصیبت‌ها هم دو وجه داره، یکی شکل مصیبته،
یعنی اینکه انواع اقسام بلاهایی که میشه سر یک نفر را آورد و بیاره. خیلی از این روزه ها رو خدا شاهده نمیشه خوند. من خودم ابا دارم بگم، یا اگر بگم تو پاکت میگم فقط رد میشم که یه جا ثبت بشه بگیم بود گفتیم. نداشتیم اینطور یک جا جمع بشه انواع اقسام ظلم ها. این جماعتی که بچه 6 ماه رحم نکردن، یعنی شما اینا تو هر جای کره زمین بری بگی میلرزن به خودش. اینقدر این واقع عجیب غریبه. یک بار یک فرد هندی بود، نمیدونم حالا بودایی بود هندویست بود چی بود، فکر کنم هندویست بود، اومده بود ایران. این فیلمسازم بود، برای همایش رسانه‌ای اومده بود ایران، برای این جشنواره‌های فیلم و اینا اومده بود ایران، آورده بودنش پیش ما، داشتیم صحبت میکردیم. خیلی شیفته امام حسین بود، برای من خیلی جالب بود. گفتم مسلمانی؟ گفت نه. گفتم دینت چیه؟ یا گفت بودایی و هندو. فکر بیشتر تو ذهنم هندوه. بعد گفتم مگه چی؟ همینطور که وقتی صحبت میکرد اصلا ماجرای حضرت علی اصغر رو یه جور دیگه میگفتیم. میگفت باز من علی اکبر داستانش رو یه جوری میتونم هضم بکنم. میگه یه مرد نظامی بوده، خب باید بزننش دیگه، اگه نکشنش داره از نظامیای ما میکشه. اما علی اصغر رو هیچ جور نمیفهمم. انواع اقسام ظلم در جامعه که مدعی اسلام پیغمبره، یکی به شکل شکل ظلم. لا اله الا الله. قرآن میگه داره احکامی رو میاره جدید در مورد اعراب جاهلی که میگه اینطور نباشید. به احکام شکارشون که میپردازه، اینا مدلای مختلف شکار داشتن. یه مدل شکارشون وقتی این که اون موجودی که میخواستن شکارش کنن قوی بود، مثل شیری رو میخواستن شکار کنن، چاله درست میکنن، تله درست میکنن، میناختنش تو تله، بعد وای میستادن اون بغل تا میتونستن سنگ میزدن. انقدر سنگ میزدن که از پادرات جونش گرفته بشه، ناش گرفته بشه، توانش گرفته بشه. به این کار میگفتن قتل صبر. اینو قرآن حرام اعلام کرد، گفت دیگه حق ندارید این کار بکنید. برای چی؟ برای حیوان. من متوجه نیستیم یه امینی یه جا توی گوشه روزهی داره میگه، گوشه سند تاریخی میگه، میگه آقا کشتنت به قتل صبر کشتنت. بدترین شکل ممکن. بحث دوم شکل جنایت و مصیبت نیست، نیت عاملین به وجود آورنده این مصیبت. این از همه دردناکتره، این از همه وحشتناکتره. یک موقع است یک نفر میگه آقا اصلا ما هیچی رو قبول ندارم، نه دینی قبول دارم، نه خدای پیغمبری قبول دارم، نه فرشته ای هست، نه کتابی بوده، نه آخرتی خواهد بود، هیچ کدوم این نیست، اینا همه چرت و پرت خودتون ساختید. به قول حال چی میگم، آخونده ساختن اینا. این تا هر چیزی که آخونده که تو جیبش که در نیورده، داره حدیث میگه، آیه قرآن میخونه، اینا تا یه چیزی از خدا نخوان قبول بکنن میندازن گردن آخونده. آیا آخونده تو جیبش در آورده بگو ما بدونیم، اما اگه داره قرآن که معادو داره میگه شرمنده آخونده نگفته، قرآن گفته. خیلی هم زیاد آورده، برعکس آیات معاد و قیامت خیلی هم زیاده، گردن آخونده ننداز. بگو این بخشای قرآن رو قبول ندارم، مرد باش بگو این تیکه حرفای خدا رو قبول ندارم، ادا در نه مرد باش، محکم بگو این رو قبول ندارم. یه مدتی هست اینجوری هست، یه سری افراد اینطوری هست. یه موقعی هم هست میگن آقا این امام برحق ها، من عرضه یاریشو ندارم. میگه یه عده در جریان کربلا اومده بودن با اون سپاه، رفته بودن رو تپه نشسته بودن، دعا میکردن خدا یه کاری کنه امام حسین کشته نشه. خدا خب لام هستم شمشی وردی به دفاع کن. میگه عرضشو ندارم، میترسم جونمو دوست دارم. راست حسینی بنده خدا داره حرفشو میزنه دیگه. ما مواردی داشتیم که اون شبم تو خیمه با امام حسین بودن، فرداش در رفتن تو سپاه امام حسین بودن. 3 نفر عاشورا از سپاه امام حسین در میرن،
دو تاشون تا ظهر، یکیشون عصر عاشورا فرار میکنه. یعنی همون ظهر عاشورا که تموم میشه، حضرت که قبل اینکه به میدان بره میگه آقا دیگه قیس ابن ضحاک مشرقی دیگه. میگه آقا موندن من دیگه فایده نداره. حضرت میگه چجوری میخوای الان بری؟ میگه من یه اسبی تو خیمه قایم کردم. برخی از نقلای عاشورا رو این سه نفر برای ما تعریف کردن. چون اونجا بودن به چشم دیدن. نمیتونه وایسته، میگه ارزش هم ندارم. ترماه ساربون بود. وقتی امام حسین فرمود که اگه کسی بدهی داره برگرده بره، اینم دنبال بهانه بود بره دیگه. متوجه چی میگم؟ این بدهی رو بهانه کرد و رفت. بعد وقتی برگشت دید کار تموم شده، میشه گریه میکرد. میگن تو آخر عمرش هم تو گریه میکرد، پشیمون بود، میگه خدا منو ببخشه. چون چه گریه میکنه؟ من نفهمیدم وقتی مولانا بهم گفت برو اما زود برگرد یعنی نرو. بگو زودتر میفهمیدم. این جون حالا بالاخره میخوام بمیرم دیگه، چه فایده ای داره؟ این جماعت این که معلوم میکنم، میگه آقا داداش من زورم نمیرسه. میگه آقا میای بریم دعوا. میگه نه واقعا این آدما که میخواد باشون دعوا کنین نوش جونشون آباد زدشون، اما من عرضه دعوا کردن ندارم، کاری از دستم بر نمیاد، میترسم. یک موقع هست، پس این موقع هست اصلا دین قبول نداره. میگه حرفا چیه؟ باش کی هستش؟ اصلا من به امامت قبول ندارم، اصلا امامی در کار نیست، اصلا خدایی نیست، پیغمبری نیست. یه موقعی هست میگه قبول دارم امام، اما عرضه ندارم. یکی از همین افرادی در سپاه امام حسین آمده، خیلی عجیب فرارش، میگه حمله کرد به سپاه دشمن، سپاه دشمن رو به دو نیم تقسیم کرد، عطا فرار کرد. یه دیگه معرکه بوده. نه تا اونا اومدن اسباشون رو دندقب کنن یا خورده فرمون بشکنن، تاخت رفت. مورد سوم از همه بدتره. اینجا طرف چه اتفاقی میفته؟ نخه مدعی دینداریه. خدا رو قبول داره، پیغمبرم قبول داره، معادم قبول داره، همه اینا رو قبول داره. میگه از نظر من باید بر مبنای دین حسین را کشت. این بده. فهمی چی وقتی میگه ما مظلوم یعنی چی؟ یه موقع از شکل کاره که گفتیم واقعا مظلوم حضرت، یک موقع هم از چیه؟ نیت عاملین این ارتکاب جنایته. بدانید اکثر اون کسایی که اونجا بودن دین قبول داشتن، مثل من و شما نماز میخوندن. گفتم شمر حداقل 12 بار پیاده رفته حج. خیلی حرفه. عمر سعد میخواد سربازاشو صدا کنه، میگه یا خیل المسلمین، ای لشکر مسلمونا، روزی 10,000 نفر تو آب فرات غسل شهادت میگرفتن. مسلمونن، میگن این آقا بر مبنای دین از دین خارج شده، باید کشتش. حالا کشت باشه کافر، والا به پیر پیغمبر با کافر هم این کارا رو نمی کنن که شما کرد. به خدا هیچ جای دین نیامده بچه 6 ماه رو دست پدرش تشنه لب بزنی. به خدا هیچ جای دین نیامده، ولو کافر باشه نداریم ما. با کافر اینجوری تا نمی کردن که شما تا کردید. از شمر بدتر، از یزید بدتر، اون آقایون متشرع پیشانی پینه بستهی بودند که گفتن حسین از دین خروج کرده، بکشیدش. اونایی بودن که فتوای قتل رو دادن. پسر یکی از همین آقایونی که جا امیرالمومنین اومد خلیفه شد، پسر یکیشون 1,000,000 درهم براش یزید پول فرستاد. 1,000,000 درهم خیلی پوله. برای اینکه بفهمید چقدر پوله، یزید بزرگان عراق رو برای بیعتش، 30 نفر از بزرگان عراق رو که این مغیره لعنت الله علیه تا موقع زنده بود، مغیره معروف، مغیره گر نبود در آن که شاکش علی را من به خانه برده بودم، اون مغیره حاکم فکر کنم بصره یا کوفه بود، فکر کنم بصره بود،
با خبر شد معاویه میخواد عزلش کنه، بلند شد رفت پیش یزید. این کک خلیفه شدن انداخت تومون یزید، تو باید خلیفه شد. اینو خودشون هم قبول نداشتن، باور نمی‌کردن یزید خلیفه شد. یه جا نظر سنجی کردن تو قصر معاویه که کی خلیفه بشه بعد معاویه، چندی نفر اسم برده شد، حتی اسم یزید برای شوخی هم نیومده. جالبه تو اونجا معاویه قشنگ شناسایی کرد چه کسایی امکان کاندیداتوری دارن، همه رو کشت. شربت عسلای معاویه معروف بود، میگه شربت عسلای من از لشکر کارایش بیشتره، زهر تلخ بود تو عسل میریختن متوجه طرف مزهش نمیشد. مالک اونجوری زدن دیگه، مالک اشتر رو، خیلی ها رو اینطوری زدن. پسر طلحه رو کشت، عبدالرحمن ابن طلحه. پسر خالد ابن ولید رو کشت، عبدالرحمن ابن خالد ولید. این آقای چی زنده مونده بود تا اون موقع؟ سعد ابی وقاص، بابای عمر سعد. این جزء اکابر انقلاب اسلامی بود، مثلا تو شورای 6 نفره بود دیگه، شورایی که امیرالمومنین توشه، عثمان توشه، طلحه توشه، زبیر توشه، عبدالرحمن ابن عوف توشه، سعد ابن ابی وقاص هم هست. همه این 6 نفر 5 تاشون رفتن، این هنوز زنده است، این خیلی مدعیه. ایشون هم یه لیوان شربت خورد، دور افتاد به همه شربت میداد، شربت میداد، اینا هم ریق رحمت رو سر میکشیدن، دونه دونه میافتادن میمردن. همه رو کشت، هر کسی کوچکترین انتقادی داشت کشت، خود جناب عایشه رو هم کشت. سوار بر الاغی شده بود، داشت دعوتش کرد، یه فرش انداخت زیرش، چاله کن توش آهک ریخت. بپرسید از برادران اهل سنت، بگید عایشه چطور از دنیا رفته؟ نمیدونن. یه قبرش کجاست؟ نمیدونن. همه رو کشت. یکی از کسایی که مدعی بود احتمال داشت بخواد خلیفه بشه، عبدالله ابن عمر بود، پسر خلیفه دوم. این وقتی دید هر کی کاندیدای داره یه جوری میمیره، همه دراز میکشن میمیرن، همه دراز میکشن میمیرن، این خودش پالس فرستاد آقا ما تسلیم، ما لازم است ما بکشی. 1,000,000 درهم هم براش پول فرستاد، 1,000,000 درهم. بعدش اینش جالبه، یه بریم دارم برای اینکه بفهمید چیه. میگه مغیره رفت پیش یزید، گفت بیا تو خلیفه شو، گفت ما رو قبول ندارن، عراق که اصلا ما رو قبول نداره، گفت عراق با من چقدر پول میدی من 30 تا از بزرگان عشایر رو بیارم اینجا، عشایر عراقی رو بیارم اینجا تو رو قبولت بکنن؟ گفت چقدر بدیم؟ گفت نفری 1,000 درهم باید بدی. 30 تاشون شد چقدر؟ 30,000 درهم. به آقای پسر خلیفه چقدر داد؟ 1,000,000 درهم. من که بفهمی رقم چی بوده، چقدر سنگین بوده، چه خودش کاندیداست دیگه، این باید اینجوری حسبش میکنه. بعد او چی گفت؟ او برگشت گفتش که حسین نباید خروج میکرد. نباید خروج میکرد یعنی چی؟ آقا فقیه بود دیگه، آقا آیت اللهشون بود دیگه، آقا مجتهدشون بود دیگه، مرجع تقلیدشون مثلا بود، مفتیشون بود، و ازش سوال میپرسیدن، رفتن گفتن نظرت چی؟ گفت نباید خروج میکرد. همین نباید خروج میکرد یعنی مجاز است. میگه قتل علی دین جده، میگه کشتیمش بر مبنای دین جدش، یعنی اسلام به ما گفت حسین بکشید. دقیقاً عین همین داعشی‌ها وقتی سر می‌بریدن آدما رو می‌گفتی چرا داری می‌کشی؟ گفت قتل علی دین النبی. گفت بر مبنای دین پیغمبر من اینا رو بس سر ببرم. خدا در زمان ما توی آخرالزمان داعش، داعشی‌ها اما یزیدی‌ها رو زنده کرد. دقت کن شد داعش. درست یا نه؟ از این طرف محبان ابا عبدالله هم زنده کرد. شد چی؟ لشکر اربعینی‌ها. و لشکر کنارش لشکر مجاهدان و مدافعان حرم که شکست دادن. این یه پالس بود، یه پیام بود برای خدا، این بار امام زمان تنها نمیمونه. گذشته و سال 61 هجری، اینجا آدمایی هستن برای آجر حرم جون میدن، برای آجر حرم اهل بیت پیغمبرت جون میدن، چه برسه خدا فکرش هم نیاد روزی که بگی اهل بیت
امامی رو به اسارت ببرن، برای آجر حرمش دارن جون میدن. این خیلی حرفه. مظلوم بود ابو عبدالله از این جهت که بابا کسایی که داشتن ظلم میکردن اون ظالمین مدعی دینداری بودن. بابا بنی عود بعد از ابا ماجرا کربلا روزه گرفتن، روزه گرفتن، هر سال اون روز روزه میگرفتن. و هذا یوم تبرکت بهی بنی امیه و ابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین. روز عاشورا روزه میگیرن اینا. قبل از اسلام یهود روزه میگرفت روز عاشورا، یوم عاشورا. سه روز عاشورا از قدیم معروف بوده. پیامبر که آمد فرمود که ما هم ماه رمضان رو داریم، دیگه کسی روزه نگیره. یک نفر رسید خدمت امام رضا فرمود که برخی از مسلمان روز عاشورا روزه میگیرن، شما چیکار کنید؟ شما روزه نمیگیرید. حضرت فرمود چی روزه بگیرم؟ روزه بگیرم بر مبنای دین فرزندان مرجانه؟ تو برخی از این کشورهای عربی از لج خدا بنر میزنه عاشورا یوم الفرح و السرور. عاشورا روز شادی و سروره، روز صومه، روزه است، روز صیامه، بیاید روزه بگیرید. روزه می گرفتن. شما چه می دونید بنو سراویل یعنی چی؟ بنو سرج یعنی چی؟ بنو ملخی یعنی چی؟ بنو تشت یعنی چی؟ بنو غزیبی یعنی چی؟ بنو دراج یعنی چی؟ تک تک چیزهایی که در قتل ابو عبدالله شد، اون تشت، اون کسایی که بردن دادن به یزید، بعدا معروف شدن به بنو تشتیب. اینا کسایی تو شامات معروف شدن، افتخار میکردن. اون کسایی که با نعل نو زدن به اسباشون، اون ده نفری که بعدا نعلا رو در بردن تو مصر فروختن، بعضیشون 40 تا نعل شد دیگه، بردن فروختن. برخی از اینها رو میزدن به در خونه هاشون که آقا ما از نسل او کسایی هستیم که بابامون تو اون روز مبارک شرکت کرده بود. این بزرگترین ظلمه. بزرگترین ظلم اینه که تو خود ظالم باشی نفهمی. ببین اون مرحله دومی اصلا بنده خدا مرحله اصلا دینو قبول نداشت، گفت دین قبول ندارم. و تکلیفش روشنه. دوم میگفت میدونم امام بر حق، عرضه ندارم کمکش کنم. این طرف لله و لرسوله و علی دین الله و به خاطر دین خدا میخواد بده امام زمانشو بکشه، یعنی منجی خودش میخواد بکشه. این بدترین نوع ظلمته، بدترین نوع جهله. چرا تو زیارت اربعین میگه با آقا او خون درون قلبشو داد؟ تو ادامه هست دیگه، لیستنق زبرن که نجات بده عباده که از چی؟ من الجهاله، از جهل نجات بده. آقا ابا عبدالله کشته دشنه و شمشیر و اینا نیست، ابا عبدالله کشته جهله، کشته حماقته، کشته نفهمیست، کشته عدم اطلاعه، کشته لقمه های حرامه. مل عتبتون کن به مال الحرام. نکنه ما هم الان خدای نکرده درگیر همیناییم. نکنه یک جایی اصرار بر جهل داریم، نکنه یک جا نون حروم داریم میبریم سر خونه زن و بچه‌مون، که ما خودمون از همون ظالمای ما. آقا آدم اساسه تغییر میکنه ها. عمر صد همبازی امام حسین بودا. عمر صد وقتی سر مبارک رو داشتن میبردن گریه کرد، اما مال حروما که باباش گرفته بود به خورده این بچه داده بود و اونم که خودش خورده بود دلشو برگردنده بود، گندمای ری عزیزتر بود، حسن میخواست بگیره، وزارت خونه میخواستن بهش بدن، فرمانداری میخواستن بهش بدن، کرسی مجلس مثلا میخواستن بهش بدن. اینا رو متوجه باشیم. فلذا السلام علی الحسین المظلوم. ظلم چی؟ چه ظلمی؟ تا میگم مظلوم یاد چی میفتیم؟ یا خب آباده با شمشیر زدن. بله همینا گفتیم لازم شکلی خیلی ویژه است، اما خب مغلا هم از این ظلما کردن، داعشی هم از این ظلما کردن، تو جنگ جهانی دوم از این ظلما کردن، سربها سر بوسنیایی ها از این ظلما کردن.
این اون اصل ظلمی نیستش که تو به عبدالله میگه مظلوم ها. اون اون ظلم پیچیده ی زالینیه که گمراهن بچه با دین دینو دارن میزنن. با دین خدای دینو دارن میزنن. نماز میخوندن این جماعت. ابا عبدالله جلو چشم اونه عمدن میاد نماز میخونه. بابت برگزاری نماز جماعت شهید میده. سعید ابن عبدالله وایستاد حضرت نمازش تمام بشه میگه اون دو تیر آخر با صورتش گرفت دیگه. افتاد روی زانوی ابا عبدالله، حضرت سرش رو به زانوش گرفت، یه جمله فقط گفت: عوفیتو. آقا با استانداردهای تو، با استانداردهای تویی که امام منی، وفا کردم یا نه؟ نمره وفاداری به من میدی یا نه؟ دیگه بدن از کار افتاده بود، انقدر با سپرش گرفته بود و با تنش تیر خورده بود، او دوتا تیر آخر رو با صورت گرفت دیگه. که عوفیتو، وفا کردم. حضرت فرمود تو در بهشت مقابل منی. این دوتا معنی، برخی گفتن یعنی که زودتر تو رو به بهشت میفرستم، این نیست، تو در بهشت مقابل منی، تو همون جایی که منم. یه نفرم اینجوری فهم از دین داره. چم آدم هایی مثل داعشو خوب قرآن میخوندن و قلقل قرآنشون خوب بود. هی شریعت هم رعایت میکردن و آغاز موقع سیبیلا رو بزن یه وقتی نیا شاربت خراب نشه، آقا نمیدونم حواست باش، آیی زنا رو ببیچنه تو لافتوشک یه وقتی اینجا تو خیابون را میرن که چشش به اونا نیفته و اینا رو خوب رعایت میکردن. مثلا احکام اسلام هم رعایت کنیم، آقا دزد بیاید دستشو قطع کنیم. اما وسط گمراهیه. حالا من شبهای انده راجب این نوع تو بخص همون فراز که برسم راجب بیشتر صحبت خواهم کرد. این درد آوره که ابا عبدالله میخواد خودشو معرفی کنه، باید قرآن بیاره، باید عمامه پیغمبر بیاره، باید آیه قرآن بخونه، حضرت سجاد توی کاخ شام باید آیه قرآن بخونه، باید خودشو با آیات قرآن معرفی کنه. از آن میگم بگه من ببین کار به کجا رسیده. گفتن دیگه کار به اونجا برسه که تو دیگه برداری به تو مجبور بشی تو زیارتنامه‌های حضرات بیاری بگی قد اقمت الصلات، به خدا تو نماز میخوندی. یعنی خود دین رو بذاری کنار، بری یه چیز واسه خود درست کنی، بازی بکنی. عین یهود پیغمبرا رو میکشتن، سر میبردن پیغمبرا رو به نام یهوه، کرکره مغازاشون رو میدادن بالا، به نام خدا میرفتن. میگه توی بین طولین 50 تا پیغمبر قربتن الله سر بریدن توی یه ساعت، بعدش هم رفتن در بازارشون رو واکرن. بعد اینا هم قرآن ما میخونیم فقط برای یهودی هست، برای امت اسلامی که اصلا اتفاق نمیفته. ما تخم دو زرده برای خدا میذاریم، خونمون رنگین تره، چشبرومون مشکی تره. آقا بیا بیرون این توهمات. خدا چه که سفید امضا به هیچ کس نداده، هیچ تضمینی وجود نداره توی که الان اینجا هستی سال دیگه تو همین مسیر باشی. به خدا تضمینی وجود نداره. دمتون گرم که هستید، اما تضمینی وجود نداره. من و تو خیلی به اهل بیت نزدیک بشیم، به اندازه زبیر نمیتونیم به اهل بیت نزدیک بشیم. که از زهرا موقع وصیت به امیرالمومنین حالا چون امامشه بگیم عرضه بداره که یا امیرالمومنین یا علی، من راضی نیستم، دلم راضی نیست این توابوتای عربی منو ببرن. شمای کلی بدنم هم نمیخوام دیده بشه. این یمنی ها تابوت های خیلی خوبی دارن، اگر وقت نمی کنی از اون تابوت ها بسازی، بگر پسر عمم زبیر بسازه. این زبیر جلو امیرالمومنین وای میست. آقا بترسیم از عاقبتمون. پیام این بخش زیارت اربعین اینه بابا چک سفید امضا به هیچ کی نمیدن. دائم خودمونو چک کنیم. کم نبودن آدمایی که چپ کردن. بذارید اینو من خیلی عبا داشتم توی سخنرانی عمومی بگم یا نگم، حالا مجبورم اینجا میگم و نکته آخرم باشه. اما تو رو خدا خوب دل بده ها، اینو بنده تو سخنرانی عمومی تا الان به این شکل نگفتم. ببین چی دارم بهت میگم. یک جا گفتم، اونم بهش گفتم صوتو بیرون ندید. شما اهلشید، اینجا میخوام بهتون بگم
یکی از کسانی که در کربلا بذار اینطوری بگم به شهادت میرسه دوماد امام حسین و پسر امام حسنه، حسن مسنا، حسن دوم. ای توی مکه دختر امام حسین فاطمه رو گرفت. وقتی رفت خواستگاری از امام حسین پرسید، امام حسین فرمود که دو تا دختر دارم، کدومشون رو میخوای؟ سرش انداخت پایین خجالت کشید. حضرت فرمود بیا این فاطمه رو بگیر که به مادرم فاطمه شبیه تره. خب بگم کیه؟ پسر کیه؟ امام معصومه. رفت جنگید، لت و پار شد، تیکه پاره شد، یه دستش هم قطع شد، انداختنش تو دارالحرب، تو خیمه که پیکر مطهر شهدا رو می‌بردن. یه سری نقلای تاریخی میگه بعدن اومدن سر شهدا رو بریدن یه روز دیگه، و از قضا این خیلی روزه جانسوزی هم است، میگه اهل بیت آوردن جلو چششون این کارو کردن و سهمیه داشتن میدادن. میگفت بنی فلان عشیره صدا میکنه، بله بیا 15 تا سر خودت جدا کن ببر، چون معادل این سرا بهشون طلا میدادن دیگه. اینو تا اومدن سر ببرن یویدن از ته حنجرش صدا اینطوری اومد بیرون. داییش قبیله مادریش توی جنگ بود، این رگ عشیرهشون گل کرد و نزاشی رو سر ببرن، ورداش آورد تو کوفه خوبش کرد، یک سالم طول کشید خوب شد تا برگرده دوباره مدینه. ببین کیو دارم میگم، کجا بوده؟ یک سال طول کشید. بعد یک سال که خوب شد رفت یه کارهایی کرد و دیگه من نمیتونم اینا رو بگم، چه جفاهایی در حق حضرت سجاد کرد و خلاصه اینو به شما بگم، بخشی از اموال امیرالمومنین افتاد دست ایشون. منو تو که باید بریم بوق بزنیم دیگه. جانباز 90% کربلا تموم بود کارش. اونجا اون نفس رو نکشیده بود، سرش رو بریده بودن. اصلا اون نفس هم میکشه اونو جماعت بودن به بچه شیش ماه، به سر بچه شیش ماه رحم نکردن. او رو پول میدیدن اون سرها رو، معادلش رو سکه میدیدن. چه شد خواست الهی برای این قرار گرفت؟ اراده الهی این آدم زنده بمونه. بعد این آدم جلوی امام سجاد بعدن میست. بعد ببین پسراش چی کار میکنن در طول تاریخ. جلوی امام صادق وای میست. اصلا یه وضعی میشه. بعدها بیعت محمد ابن عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث رو قبول کرد که بیاد خلیفه مسلمین بشه، اصلا این وضعی حجاج مسمومش کرد، کشت. یک داستانی داره تو تاریخ. این دیگه از این واضح تر از این بالاتر تو کربلا شما چی میدونی چی میگردی؟ و به من و تو خیالمون تخ بابا، اهل بیتش خدا تو قرآن داره معرفی میکنه، میگه یخافون یوم کان شره مستطیرا، میترسیدن از روز معاد قیامت، یخافون یوم تتقلب القلوب والابصار، از اون روزی که قلبه ها و چشما دگرگون میشه. بعد ما خیالمون راحت، ثانیه ثانیه باید این خوف در دل ما باشه که مبادا چپ کنیم، مبادا از مسیر الالحسین بیرون بیایم، و هر لحظه در کنارش باید سراسر امید باشیم که الحمدلله امام حسین دارم. طرف آسی شده در دست گناه ها، رفت خدمت امام جواد رسید، عرضش آقا گناه ها داره دیوونم میکنه دیگه، فشار بهم داره میاره تو جامعه، یه جوره حرف جوانای امروز ما رو زده. حضرت فرمود ففر رو الال حسین، کاله که اینجوری شده فرار کنید به سمت حسین. فرار کنید یعنی همه جا دیگه شده فرارگاه، یعنی جای فرار، جای استقرار نیست، تنها جایی که محل استقرار ابا عبداللهه. مبادا امام حسین توی یه هفته را پیاده روی تو خلاصه بشه، تو اینجا باید اربعینی بشی، پیام اربعین رو ببری اونور. تو باید اربعینی ماندن سخت است، شدن که کاری نداره که. اینجا اصلا غیر شیعیان پرن تو مسیر، هر که آزادگی رو دوست داره اینجا مخلص امام حسین هم است. اربعینی ماندن، امام حسینی ماندن، یه عهدی از اینجا با خودت بردار ببر، یه نشونی با خودت ببر، یه عهدی بین تو و امامت. آقا اگه گناه ها به من فشار آوردن، من میخوام فرار کنم بیام سمت تو، این عهد بین من و تو باشه. این چفیکی گردنمه، چه میدونم این پاهای تاول زده، این یادگاری که از عراق به خودم بردم، هرچی که هست حواس رو، این دستمالی که به کاشی حرمت، با کاشی به کف بین الحرمین تبرک کردم،
این یاد من باشه از اومد آقا جون، این نشون بین من و تو. من همونقدر که میترسم از این اوضاع، از این که خدا به هیچ کس چک سفید امضا نداده، همونقدر هم و بیشترش امید دارم به تو. چون میدونم دستگیری میکنی، چون میدونم دست هور رو گرفتی، هور جلوی راه تو گرفته بود، مانع شد بری کوفه. اگه میرسیدی کوفه شاید تاریخ عوض میشد، اما دست او رم گرفتی. من که جا خود دارم، من که محبم، من که گریه کنتم، که گناهکارم میدونم، اشتباه میکنم میدونم، گناهم که میکنم هر دفعه دلم راضی نیست، خوشم، اراده ترک گناه ندارم. اما شما که میتونی این اراده رو به من بدی، این همون ارادهی که به هور دادی و برگشتا، این همون ارادهی که به زهر دادی برگشتا، من اون اراده ترک گناه از شما میخوام، یه هدیه رو به من بدی. انشالله خداوند همه ما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور آقا امام زمان قرار بده. انشالله خداوند ما و نسل ما رو از محبان و شیعان امیر المومنین قرار بده. انشالله هممون با چشم سر خودمون ظهور آقا امام زمان عجل الله رو ببینیم. انشالله خدا این لشکر پیاده روی اربعینی رو لشکر صاحب از زمان قرار بده. انشالله تمام کسانی که دارن زحمت میکشن به این زوار خدمت رسانه میکنن، انشالله اجرشون با ابا عبدالله الحسین باشه. تمام این مسافرها به سلامت به خونه هاشون برگردن و انشالله خدا تمام مرضهای قلبی و جسمی ما رو شفا بده. صلواتی نادر.